سلام به همه موزیک پزای خفن، چطور میتونین؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. آقا حامد همایون، من یادم نمیاد تا حالا ریاکشنی ازش رفته باشم، اما این ویدیوشو یعنی این آهنگشو یه تیزر توی اینستاگرام شنیدم و خواستم بیام با هم دیگه کاملشو بشنویم. به نظرم خیلی یه زمانی یه دوره‌ای خیلی بی خودی هیت گرفت، چون من خودم حالا میگم بعضی از آهنگاشو دوست داشتم بعضیاشو دوست نداشتم، ولی سبکشو دوست داشتم. اینکه اومد خب یه چیزی رو همه عادی میخوندن، این اومد یه سری مثلا آواها رو شخصی سازی کرد. به نظرم این خیلی ارزشش بیشتر از اینه که مثلا 10 تا خواننده بیان یه شکل بخونن. نحوه ادای کلمات باحال دیگه، این میشه مثلا شخصی سازی. بریم حالا جدیدترین آهنگش رو بشنویم. تیزری که من شنیدم مثل قبل نبود سبکش و واسه همین اصلا وسوسه شدم که بیام کاملش رو بشنوم. اسم آهنگ مراقبتم، مراقبتم، 2 دقیقه و 32 ثانیه. چرا؟ چرا 2 دقیقه؟ استودیو پول بیشتری میگیره واسه 3 دقیقه مثلا، تا 3 دقیقه ساعتی مثلا 200 تومن 100 تومن، بالای 3 دقیقه باشه میشه ساعتی 500 تومن. بابا خب یکم تایمشو بیشتر کنین، تایم آهنگی خیلی مهمه، یعنی تا بیایی شروعش کنی تموم شده. نکنین این کارو، واقعا زشته این کارا. بریم بشنویم ببینیم که چی خونده. 1 2 3. وایسا اول ببینم که ایشالله بلک نباشم، ایشالله حامد همایون من رو بلک نکرده. فکر نمی کنم حامد همایون آدم بلک کردن نبوده، چند بارم باش حرف زدم اون قدیما واقعا. خب ترنو ملودی شد تاهاتون زده و تنظیمش هم رزبیت. بریم ببینیم چه میکنن. مثل چشمام بد مراقبتم، تا ته قصه عشقم عاشقتم، تو بخوای میکنم با هر کس مرابده کم، روشونه یه من چشاتو ببن، از حالا دیگه قلبم پر پر میزنه واسه تو. یه نکته همین الان بگم، یکی این که خب من خودم حامد همایون رو با توجه به آهنگایی که قبلا خونده، با توجه به ترانه هایی که قبلا خونده، یکم فرمش رو رسمی تر میدونم نسبت به مثلا نسبت به کی؟ ترانه شرقی دیگه، ترانه شرقی آرمین زارعی هم داره. این ترانه، این تکس و این ملودی منو بیشتر یاد آرمین میندازه تا حامد همایون. یعنی حالا زیادم نگذشته از موزیکا، نمیشه قضاوت کرد، ولی توی همین مثلا 30 ثانیه به جایی که مثلا منو یاد حامد همایون بندازه، اون آهنگی معروفش دستم تو دست یاره یاره اینجوری میخون، الان منو یه لحظه ذهنیتم برد اصلا سمت آرمین زاری، آرمین توی اف ام، که بنظرم امضای هر آرتیستی پایکارش باشه، پایکار خودش باشه، قشنگ تره. بریم حالا یه بار دیگه از اول برکشم عقب، من که خیلی حرف زدم وسطش. برو. بعد یه اصطلاح خیلی جالبی به کار برده که مثل چشام مراقبتم، میگن مثل چشمت ازش مراقبت کن، همون رو برده اولین مصرع کار. برو. چشمام بد مراقبتم، تا ته قصه عشقم عاشقتم، تو بخوای میکنم با هر کس مرابده کم، روشونه یه من چشاتو ببن، از حالا دیگه قلبم پر پر میزنه واسه تو. من دوست نداشتم هیچ وقت هیچ کس تا اندازه تو، تو میدونی که این دلگیره رو چشمای تو، از حالا دیگه قلبم پر پر میزنه واسه تو. من دوست نداشتم هیچ وقت هیچ کس تا اندازه تو،
میدونی که این دل گیره رو چشمای تو. خب این کارسش بود. خب من نمیدونم دقیق، چون دنبال نکردم حامد همایون زیاد، نمیدونم، ولی میخوام برم مثلا ببینم که قبلا چجوری بوده. قبلا هم مثلا کاراش، من فکر میکردم آهنگساز خودشه، یعنی ملودی کارا رو خودش کار میکنه، اما ظاهرا که قبلا هم همین بوده، یعنی آره، یعنی خودش نبوده. من دارم نگاه میکنم تو آهنگای قبلیشم خبری از ملودی خودش نیست. و بذار بگم پایین تر باز ببینم، شاید یه آهنگ دیگه پیدا کردم. اون چیزی که من یادمه، ولی ملودی حامد همایون، مثلا آهنگ چی عاشقانش، ملودی های خودش قشنگ تر بودن، نبودن؟ به نظر من قشنگ تر بودن. بریم حالا ادامهش رو بشنویم، ببینیم شاید تو ورس دوم معجزه شد. مرسی. اوورتورش یکم طولانیه نسبتاً. بین این همه آدم شدم عاشق تو، آخه عشق تو نابه، به تو قلبم رو دادم، آخه حس تو فرق داره، چشم تو پاکه، هر کی ما رو عشق تو نابه، چشم تو پاکه، اوکی، آخه حس تو فرق داره، چشم تو پاکه، هر کی ما دو تا رو میبینه میگه دوست داره عاشق باشه. از حالا دیگه قلبم پر پر میزنه واسه تو، من دوست نداشتم هیچ وقت هیچ کس تا اندازه تو. تو میدونی که این دل گیره رو چشمای تو. از حالا دیگه قلبم پر پر میزنه واسه تو، من دوست نداشتم هیچ وقت هیچ کس تا اندازه تو. تو میدونی که این دل گیره رو چشمای تو. متشکرم. آخرین آلبوم حامد همایون برزخ عاشقی بود، فکر می‌کنم پارسال بود منتشر شد، که توی اونم چند تا آهنگ قشنگ داشت. و وقتی کاری قشنگه، حالا نمیدونم، اکثرا چیزی که من یادمه به حامد همایون هیت میدادن که مثلا چرا اینقدر پرطرفداره، که به نظر من حقش بود. توی یه تایمی به نظرم درجه یک بود، یعنی بازار قشنگ دستش بود با توجه به ترانه هایی که انتخاب میکرد، ملودی هایی که میساخت، تنظیم هایی که داشت، و حقش هم بود. و یه زمانی هم خیلی کمرنگ شد، کمکار شد، و الان امیدوارم که دوباره پرکار بشه، اما با سبک خودش، با امضای خودش. این چیز نبود که منو یاد حامد همایون بندازه، یعنی مثلا اگر من نمیدونستم این آهنگه، حتی روز صداش هم ممکن بود تشخیص ندم که این مثلا حامد همایون باشه، چون مشخصه حامد همایون همون آواهای خاصشه دیگه، که به نظر من میتونست بهتر باشه. و یه نکته دیگه، ریتم خود ترانه تند بود، ترانه که اجرا میکرد، اجرای خواننده، ریتمش تند بود. خب بعد اوورتوری که وسط کورس اول و ورس دوم اجرا شد خیلی کند بود برعکس اجرای خواننده. این دوتا تناقض داشتن، و جدا از این که کند بود، طولانی هم بود، یعنی با توجه به چی میگم، پیشبینی که من کردم و ریتم آهنگ، توقع داشتم خیلی کوتاه‌تر باشه، مثلا در حد 15 ثانیه باشه، ولی به نظرم بیشتر گذشت. شاید هم 15 ثانیه بوده، اما به نظر من بیشتر و طولانی تر گذشته. و همین دیگه، نمیخوام علیکی ایراد بگیرم، اما نه، من واقعا اون حامد همایون قبلی رو دوست داشتم و کاراش دنبال نمیگم همیشه میکردم، اما اگر میشنیدم
لذت میبردم. همین آلبوم برزخ عاشقی زبونم میگیره، فکر میکنم 4-5 تا از ترکاش رو من واقعا دوست داشتم و قشنگ بودن. خیلی شکریم، نظرتون رو بنویسین راجب کلن حامد همایون. اگر پیشنهادی دارین بنویسین، اگر انتقادی هم که دارین محترمانه بنویسین. دمتون گرم، این فرهنگ‌سازی رو ایجاد کنیم و همین دیگه، حرفی نمیمونه جز این که خیلی شکریم فعلا.